احمدشاه مسعود فرزند دگروال دوست محمد خان در 11 سنبله 1332 در منطقه جنگلک ولایت پنشیر زاده شد. مسعود سالهای آغاز کودکیش را در زادگاهش در ولایت پنشیر سپری کرد و در سن 5 سالگی شامل صنف اول مکتب در منطقه بازارک شد. اما به علت تغییر وظیفه پدرش ادامه آموزش‌هایش را در ولایت هرات و بعد کابل به اتمام رسانید. همزمان با ورود به دانشکده مهندسی پلی‌تکنیک کابل در سال 1352 رسماً عضویت نهضت اسلامی افغانستان را پذیرفت و در تابستان سال 1354 فرماندهی نخستین قیام پنشیر در برابر حکومت وقت را به عهده گرفت. یک مسلمان مؤمن، معتقد و یک سیاستمدار فضیلتگرا و با اخلاق. شما ببینید که حریفایش که در امو زمان حریفای یا رقبا نامیده میشد هیچ وقت با کلمه توهین‌آمیز یاد نکرد. هیچ وقت با آخر نام هر کس یک صاحب میگفته، اگر با او در جنگ بوده یا در صلح بوده. شهید احمدشاه مسعود پس از آن ادامه تحصیل را ترک کرد و در بخش های از کشور در زمان های مختلف از جهاد در برابر قشون روس و طالبان بنبرد و مقاومت پرداخت. به باور رئیس جمهور پیشین، مسعود نظر به کارنامه های مبارزاتیش حتی میان دشمنانش جایگاه خوبی برای خود کسب کرد. به طیاره فرستاد رئیس از کابل به هرات، از هرات آمد به قندار، یک روزی آمد کویته و چون رفیق بسیار نزدیک بود از زمان جهاد آمد خانه پیش ما. ما گفتم چطور بودن؟ بزرگاد اون چطور بودن؟ آمیر صاحب چطور بود؟ والا گفت صاحب خوب بود. گفت یک دفعه با امرای شوروی می جنگید، آلکت پاکستان جان داره. کس که به مقابلش می جنگید؟ یعنی کسی که در زندانش بود و مقابلش می جنگید و وطن دوستیش تایید میکرد. اون برادرای که بسیار مانادار است. خواهر عزیز. احمدشاه مسعود پس از سالهای مقاومت در برابر اشغال افغانستان از سوی ارتش شوروی و جنگ با گروه طالبان در روز 18 سنبله 1380 در اثر انفجار انتحاری دو مرد تروریست که خود را خبرنگار معرفی کرده بودند کشته شد. در این کسی باید در عشق نبره، یادم مستحق ازی بود که قهرمان ملی شود. اگر برای ازی قهرمان ملی نگویم، خیبری کی بگویم؟ شانزده سال از جان باختن احمدشاه مسعود قهرمان ملی میگذرد، اما هر سال با فرا رسیدن 18 سنبله مسئولان حکومتی و شهروندان کشور در مرکز، ولایات و حتی بیرون از کشور به گونه های مختلف از مسعود یادبود می کنند.